همسفر ما باشید. همچنان سفرمون رو در شهر زیبای میبود ادامه میدیم. این بار از نارین قلعه که به کهندش هم معروفه و یکی از قدیمی ترین قلعه های استان یزده براتون میگیم. به روستای زیبای مرور سفر میکنیم و از بومگردی و طعم نون محلی و غذاهای خوشمزه میچشیم. از محیط زیست و حیات وحش و آرامش در دل طبیعت لذت میبریم. و البته به موزه زیلو سر میزنیم و از تاریخ کهن بافت این صنعت مهم جویا میشیم. شما همسفر ما هستید در شهر جهانی زیلو، میبد، استان یزد. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی و داریم جاذبه های دیدنی میهن اعظم رو بهتون معرفی میکنیم. اینجا استان یزد، شهرستان میبد هست با کلی سوژه های جالب و دیدنی، میتونه یکی از مقاصد خوبتون برای گردش باشه. پس همسفر ما در این سفر باشید. افعی، این گردمار یا افعی. آها، نیششو کشیدین انداختین حالا بیرون میرن، نیششو میبینی، سمبشو میبینی، همه اینا رو کاملا میبینی. یعنی چی؟ یعنی یه مار گرفتین داخل این گذاشتین؟ ما حالا میرن بیرون، سمبش، دندون سمی، همش خطرناک هست، ولی من میدونم چطور باش برخورد کنم. خب شما میدونی، من که نمیدونم چطور باش برخورد کنم. برای اینکه ترس و چیز مردم از بین بره و اینقدر نگاه خصمانه به حیات وحش مخصوصا این مارها نداشته باشن، این برنامه ادامه‌ش رو می‌بینی انشالله. انشالله. ایشون حاج محمود هستن. فامیلتون چی بود؟ بناپور. آقای بناپور. میبود. بله، فرهنگی بازنشسته، عاشق محیط زیست. بعد اینجا هم خونه شخصیشونه. جالب اینجاست که تو خونه شخصیشون وقتی وارد میشین پر از این حیوانات تاکسیدرمی رو دارین می‌بینین. بعد گفتن که مار هم دارن. خب ما نمایشگاه ما رو تو برنامه همسفر قبلا هم بهتون معرفی کرده بودیم، ولی نه به این شکل که جلوی اون باشه بعد فیش فیش هم بکنه. اون زیرش که دیگه مار نیست. چه دادون؟ خب همه ماره. همه ماره. مارای سمی خطرناک. خطرناک. حاجی محمود سلام علیک ببینندگان ما داشته باش. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و شما دوستان عزیزی که زحمت کشیدید و در طی این برنامه تشعور دیدم منزل ما. آقای کارگر به من گفتن که یه فردی رو ما داریم تو میبد، عاشق طبیعت و چندین و چند سال داره اصلا حمایت میکنه از حیات وحش. چند سال کارتون حمایت کردن؟ 40 سال کارم اینه. این خونه هم مجموعه کلا دانش آموزا همه مدارس میان
و حتی به خاطر اینکه بیشترین لطمه‌ای که به محیط زیست ما خورده به خاطر عدم آگاهی مردم و مخصوصا قشر دانش آموزا هست، اینه که ما مجموع رو ببرن در مدارس. البته ناقص نمونه که آیا کارگر محیط زیست در این زمینه خیلی فعالیت داشتن، خیلی کار کردن، خانم ابتکار و همه مسئولی منزل من اومدن اینجا و همه این کارا رو دیدن و اون چیزی که با اسمش بتونن بچه ها و جوان ها راغب بشن برای حفاظت محیط زیست شناخت اونا هست. دندونای سمی ماره که الان سم بشن بری ببینی. این جزء مارهای خطرناک و جزء گرز مارها و افیهایی که تو ایران خطرناکه. دندونا دو تا دندون این وقت داره، دو تا دیگه دندون هم این زیر به عنوان دندون یدکی که اگر این دندون ها رو کشیدید اون دندون ها جایگزین میشه. چرا نمیترسی ازش؟ خیلی ترسناکه. عمر کارمون همینه. چند تا نیش خوردی ازشون؟ هیچ دفعه هنوز. الحمدلله هنوز نیش نخوردی؟ هنوز نخورده. اگه آخر پیری بخوری خونوادت ناراحت اصلا نیستن؟ اصلا نگران نیستم، بچه همه آگاه هستن، آشنا هستن. داره میره این ترس رو بوشت. من دست بزنم بزنه بخوری. اینا چند متر میرسن نهایتا؟ اینا تا یک متر و هفته تا یک متر تا یعنی بالغ دیگه. اینا بالغه. آها. چی جاله بزن الان دیگه جرعتم بیشتر شد ولی خدایی ترسناک. چی میخوره غذاش چیه؟ یه غذاش موش میخوره، بچه خرگوش میخوره، گنجش میخوره. بعد اینا نیستن که من آخه تو شبکه مستند دیدم پرت نه نه. ما تو ایران اصلا ماری که سم پرت بکنه نداریم. مطمئنی؟ بله مطمئنه، کارم همینه. بازم فکر کنم یکی دوتا مار باشن. حالا بعدا بوتون بازی میشه. دندونشه؟ این دندون سمیشه. وای چقدر دست بزنم؟ نه نه دست الان قدرت پیدا کردم. این دندون سمیشه. وای یه چیزایی ازش ریخ. دوتا دیگه در این زیر خوابیده، ببینید اینا یکی دیگه. وای شنیدم واقعیت داره، میگن اگه شما یه جای خواب باشین یه ماری بیاد حتی از رود رد بشه اصلا نیشت نمیزنه و رد میشه و میره. هیچ عمل انجام ندیه نیش نمیدنه، اکتور عملی که نشون بده و ترس براش یاد میشه مجبوره بدنه. الان یه حس خوبی داره، واقعا ترس داشت. خب بریم یه مار دیگر رو نشون بدیم. من بس یه اجازه بده ببخشید. حمله نمیکنن. ما مار دیده مثلا پرش میکنه دو متر. اینا الان زمستون یه خود خونه که هوا به خاطر همینه. این زبونش نیشش نیش؟ نه نه اصلا نیش همون نیش نده. زبون مار طول موجای حرارتی و پرزای بویایی رو میگیره. آها این که زبونش رو میاره بیرون نیش نمیخواد. نه بزن. نه نیاد. چرا؟ حاجی محمود نیاد. این چرا فیشی نمیکنه مثل اون؟ نه اینا صدا نمیکنن، یکی پرت صدا میکنه. اینا الان چون دمتونه این صدا نمیکنه اصلا. بعد مار زنگی هم داری؟ زنگی نداره. الان میرم بیرون مارای جالبی دیدی شما؟ وای فکر نکن من ترسیدم مادم پشت آقای حاج محمود نشست چینطوری هستم. این به خاطر ترسم نیست، من به خاطر اینکه به موضوع مشرف باشم یه حرکت رو انجام میدم. بله یه مار دیگه هم. Thank you.
مگه نگفتی اینا سمی هست؟ نیمه سمی بود، سمی بود. این ماره دقت کنید. نه یار بیرون، الان من بعدم چیز میکنم. خب الان این همه ماره تونتون داری دست میگیری، چرا نیشت نمیزنم؟ حالا یه دلیلی داره. چه دلیلی؟ نه اینکه مردم این کار انجام بدن. این ماره الان من همه اینا رو میکنم تو تن. خب. تمام میکنم تو بدنم. میخورم. خب. بعدم میکنم اینا تا نتونن دندون اینجور بگیرن نمیتونن سم رو وارد بدن کنن. من الان تو بدنشون میکنم بدن رو محکم بگیرن، نمیتونن گاز بگیرن. ولی خب نباید بترسی. آها شما منقبض میکنی بدنشون. نمیدونم دیگه. برای همین نیش نمیتونن بزنن. سفت میشه و نمیتونن گاز بگیرن. من الان همین جمع ما رو همه میکنم تو بدنم. نه این کارو نه. تو بدن مثلا اینجوری میگیرم. نه. حالا بعضی‌ها میگن عادت دعا میخونه بده بخونه اینا همش دروغه. بعد باعث میشه که نتونن نیش بگیرن. این ما رو نیمه سمی هستن. اون ما را با فاصله بزنن طوری نمیشه. یعنی نیمه سمیه؟ خطرناکه. نیمه سمیه متو ما را که مثلا فاصله داشته باشن میتونن اینجور بیان و برن برقاسا میتونن بزنن. چند تا فرزند داری شما؟ دو تا دختر دارم، پسر ندارن که تو خط بیفته. دو تا دختر خانم داری. اونا هیچ گونه ترس ندارن. تو این خونه همیشه مارها بودن، همه دانش آموزا میان اینجا برای آموزش، برای کلاس. بهشون آگاهی میدن این ترس رو به وحشتایی که الان در شمام هست. آره. به خاطر این تبلیغات سویی که از بچگی رو شما چه تبلیغ سویی داره ماره رو به زبون دراز میکنه میاد طرفه. ولی شما ماره که میبینی فرار میکنی. مار هیچ وقت دنبال کسی نمیکنه به این تعلق سادگی. یعنی تعقیب کنه اینا دروغ میگه همه تعقیب کنه چرا مار بزنه نیمه تیش بده امکان داره مثلا تو بوتدارها که میری اگر مستقیم دست بداری تو بوته امکان داره مار باشه ولی با برده کنه که اینا پیشگیرش شما امارا خودتون گرفتی؟ تمام اینا سید خودمه از کجا گرفتین چه جوری فهمیدید فلان جا مار هست؟ میدونم کجا هست دیگه خبرش دارم از کجا آخه خبر داری مثلا اینجا مار رفتین میدونم حالا فیلمایی که تو نمایشا میذارم تو بیابون که میرم مار پیدا میکنم تو بوته چطور هست که تو مار هست مثلا فردا با هم بریم توی بیابون میدونی کجا مار هست بری اونو بگیریش الان تو اول بهار میشه الان مارا خواب همه دیگه غذا نمیخورن تا عید عید اگه همه من بودیم میبریم مار میگیریم اونجا تماشا میکنی اگر ترس رو با وحشت مثل الان داری تموم بشه جدی میگی بله که الان اینجا دارین توی خونتون اینا چجوری تاکسیبی میکنی؟ براتون میارن لاشه هاشو خودتون ببین اینا ما کل این مجموعه خاص خودم تمام کارهای تاکسیبی همه مراحل تاکسیبی خودم انجام دادم نگاهی که الان مردم به این نمایشگاه تو منزل من میکنن نگاهی که به من دارن میگن آقا خودش یکی از مخربای محیط زیسته و شاید ظاهرن قضاوتشون درست باشه ولی این مجموعه که بینی تمام از سال اول انقلاب دو سال قبل انقلاب من خودم تفنگای شکار داشتم مجوز شکار می‌گرفتم مجوزم بگیری قانونمند شکار بکنه هیچ لطمه به محیط زیست نمیخوره لطمه وقتی میخوره که مثلا اول گفتن شکارکش باشی هر چی جلو تیر میاد بزنی خیلی از این گونه ها به اثر عدم آگاهی مردم تلف شدن به سیم برق خوردن یا مثلا شما این هوبره‌ها که اینجا میبینید این هوبره یونجه یخ زده خوردن یونجه یخ زده سمه یه سال یخبندون زیادی شد فقط یونجه های یخ زده یونجه یخ زدن سم اینا خوردن از بین رفت که من برداشتم تاکسی میکردم یه دانش آموز وقتی این هوبره به چه ارزشی داره هیچ موقع دیگه اقدام نمیکنه به کشتن اقدام نمیکنه به سم دادن Thank you.
باور که اگه زنده بودی تو این فاصله جرأت نمی کردم بیام بهت نزدیک بشم. چه ابهتی. شنیده میگن طرف مثل جغد داره نگات میکنه؟ اینه قشنگ این جغد داره بهت خیره میشه، اینطوری آدم میترسه اصلا. نگاه کن چه چشایی قشنگی بدی داری ها. تاکسیدرمی یک هنر بسیار خوب هست و موقع تاکسیدرمی نیاز میشه که یک پرنده یا یک حیوان تلف میشه، اون حیوان رو میارن و دوباره بهش حیات میدن. اون حیاتی که اینجا به این حیوان یا پرنده داده میشه باعث میشه شما وقت به موزه میرین بتونین به هر حال با اون حیوان و پرنده بهتر و بیشتر آشنا بشین. هر چند بودن این نوع حیوانات و پرندگان در طبیعت یه حال و هوای دیگه داره و چقدر خوبه که تو اون فضا آدم بتونه ببیندشون. اما خب این هم هنری هستش که به هر حال کمک میکنه برای شناخت گونه های مختلف حیوانات. ما تو این بخش و در این قسمت از همسفر میخوایم شما رو با هنر تاکسیدرمی آشنا کنیم و همینطور گونه هایی که به هر حال به این شکل در اومدن. در مورد این هنر میپرسیم، آقای نصیری میان برامون توضیح میدن. آقای نصیری بیا. نصیری. بله. نصیری میبودی. بله. درسته. تأکید داشتم که نصیری میبودی هستم. گفتم خودتو معرفی کنین. گفت من نصیری میبودی هستم. سلام علیکم شما بینندگان همسفر بشنوین، خودت کامل معرفی کنین. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان برنامه همسفر. این جناب محسن نصیری پور میبودی هستم. به مدت 5 سال در اداره محیط زیست شهرستان میبود مشغول فعالیت هستم و 3 سال محیطبان بودم و 2 سال اخیرم در کارگاه تاکسیدرمی شهرستان میبود مشغول کارهای تاکسیدرمی اداره هستم. تاکسیدرمی یعنی چی؟ تاکسیدرمی در حقیقت کلمه یونانیه و به معنی آراستن پوست یا پوست آرایی. به نحوی که حیوان که تلف میشه پوستشو میکنن، دباغی میکنن و فرمشو میسازن و پوست دباغی شده رو روم میکشن و به چشم بزاری میکنن و حالت پیش میدن و رنگ آمیزی به نمونه واقعی خودش در میاد. نه بابا اینطوری نیست که شما میگین. از من بپرس. بله. بگم بفرمید. شما حیوانه رو میگیرین، دو تا برق بهش وصل میکنین، خشک میشه، میشه تاکسیدرمی. نه این اصطلاح غلطیه که از گذشته مردم دارن. من به هر کی گفتم چجوری تاکسیدرمی میشه گفتن برق بهش میزنن. نه به اصطلاح غلطی که مردم به بار دارن. یعنی اشتباه میکنن. بله بله این یعنی شما اصلا برق نش نمیزنی؟ اصلا برق بزنی که اصلا هم خودت برقت میگیره، همین که پرنده بعد از یه مدتی بو میگیره، حتما باید پوست پرنده یا حیوان کنده بشه، دباغی بشه و بر اون فرم مخصوصش کشیده بشه و اون شکل حالت طبیعیش به خود بگیره. جالب بود. البته من اینو شنیده بودم ولی خب خیلی باز این اشتباه میکنم. فکر میکنم تاکسیدرمی همون برق زدن حیواناته که به این شکل نیست. جوجه‌های بلدرچین رو دارم نگاه میکنم، خیلی ظریفن. یعنی درست کردنشون کار خیلی مشکلی باید باشه نه؟ بله خیلی ظریفه، وقت گرفته، منتها نشود نداره. یعنی این جوجه هم تلف شده بودن؟ بله تلفاتی هستن تمام.
یعنی این جوجه کوچیک هم تلف شده بوده؟ بله بله. بابا چجوری؟ از شرکت گرفتیم تلفاتی. بعد شما به هر حال به این شکل درشون آوردین. بله. خیلی قشنگ و جالب و خوبه. بعد چقدر طول میکشه تاکسیدرمی مثلا این جغده؟ چقدر طول کشیده؟ این شاهبوف تقریبا 3-4 روز طول میکشه تا پوستش بکنیم دباغی بشه. خودتون دباغی میکنیم؟ بله بله. نه نه خودمون. از کلی لاش کامل حیوان میاد داخل کارگاه و یک حیوان کامل به شکل طبیعی زنده از کارگاه میاد. خب چه فایده‌ای داره الان این جغده مثلا به این شکل در اومده؟ چی میشه مثلا؟ برای چی تاکسیدرمیش میکنیم؟ این رو قبلا تلف میشد، از بین میرفت. الان ما درست میکنیم. نمونایی که از متخلف میگیرن یا تلف میشن، سرما یا تصادف جاده‌ای است، اینا رو درست میکنیم، میذاریم تو موزه دانش آموزا، دانشجوها برای تحقیقات. کلیه حیوانات مثلا کشورمون رو میتونیم تو یک مجموعه کوچیک. خب این چجوری از بین نمیره؟ به هر حال این مو هستش یا پر هستش؟ بله. پر خود جغده است، اون درست. موی خود بزه. بله. درسته. خب اینم طبیعیه دیگه، اینم طبیعی الان. چطور نه. این از بین نمیره و بو نمیگیره؟ گفتم که این پوستش با کنده بشه لاشو. نه دباغی رو میدونم. بره. موها رو میگم این یا پرا رو میگم. وقتی که دباغی شد دیگه موندگار میشه. برای همیشه میمونه. بله بله. چند سال؟ اینو اگر سم پاشی بشه موزه مرتب سالهای سال میتونه اینو. سم پاشی یعنی چی؟ بعد از مدتی آفتی مثل بیت میاد پر و مو رو از بین میبره. مو، پوست و ناخون که از جنس کیتینه اینو میخوره. ناگزیر موزه‌دارا باید سال یکی دو دفعه مخصوصا وقتی که هوا گرم میشه سمپاشی کنن که این بیت از بین بره. همون بیتی که چوبو میزنه؟ نه اون چوب خوره. آها. بیت همونی که میاد لای غالی و چیزهای قدیمی گذاشته بودن، پارچه‌های بی نفتالی میگذاشتن. نفتالی میذاشتن زمانی. آره. قدیمی. اینم میاد بعد از این مدتی مقاوم میشه، این پوست و پر رو خاک میکنه. بسیار عالی. خب با روش تاکسیدرمی آشنا میشیم. این که آقای نصیرپور به چه شکلی دارن این فضا رو آماده میکنن رو میبینیم. یک موزه هم گفتن اینجا هست نزدیکمون که چند گونه از حیوانات رو اینجا نگهداری میکنن. به موزه هم یه سری میزنیم و خلاصه امروز گزارشمون شده حیات وحش از زوایای مختلف. پس همسفر ما باشی. امیدوارم که موضوع برنامه امروز همسفر هم مورد توجه شما بینندگان عزیز قرار گرفته باشه. خیلی هیجان داشت، اون هم دقیقاً با فردی که ارتباطش با مارها اینقدر خوب هست. نه خودش، بلکه خانواده‌اش هم دقیقاً همین شرایط رو دارن و بچه‌های کوچیک هم من دیدم خیلی راحت به سبد مارها نزدیک میشن. البته باید بگم که قطعاً آموزش دیدن، قطعاً شرایط رو در واقع در نظر میگیرن و بعد این کار رو انجام میدن. شما مطمئنن نمیتونید همچین تجربه‌ای رو به راحتی کسب بکنین. استرس بسیار بالایی داره، همونطور که من این استرس رو تجربه کردم و آقای بناپور عزیز به این خوبی تونستن به هم یادآوری کنن که هر چیزی در طبیعت هست حتما نکته جالب هم داره، حتما برای ما آموزشی هم هست و ما میتونیم کلی در واقع تجربه کسب بکنیم. به هر حال اگه اومدین شهر میبود، این هم یکی از گزینه‌های گردشگری میتونه باشه و شما رو آشنا کنه با حیات وحشمون، با محیط زیستمون، با حیواناتی که دارن زندگی میکنن به شکل و در واقع شرایط خودشون و یک شرایط خاصی که در برنامه امروز خواستیم بهش اشاره بکنیم. و امیدواریم کسانی که حامی محیط زیست هستن و حیوانات قطعاً این نکته در نظر داشته باشن که ضرری به این حیوانات و صدمه‌ای بهشون وارد نشه و قطعاً بعد از اینکه شرایطشون مساعد شد به دل طبیعت بازگردن. ما رو در فضای مجازی هم سفر نقطه تیوی پیگیری کنید. انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین از همین طریق میتونین ما رو مطلع کنید. امیدواریم که در سفرامون بتونیم اطلاعات مفیدی رو به شما بیننده عزیز بدیم. تا موضوعی دیگه، همه شما از آن رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.